آموزش ما عنوانش هستش تابکاری. تابکاری یک ماهیت دوگانه ای داره. مفاهیمی که اینجا و توی این فصل مطرح میشه یک قرابت یک به یک با مفاهیم مکانیکی داره. ما باید اینطور در نظر بگیریم که الان به یه دره رسیدیم و این سمت دره قرار داریم. درست در نقطه مقابل ما اون سمت دره یک مفهومی به اسم تابکاری وجود داره، توی پرانتز نوشته شده خواص فیزیکی، و جلوی ما یه پله که اگه قرار از این سمت دره بریم اون سمتش باید روی اون پل بگذاریم و اون پل چیزی نیست جز خواص مکانیکی. به همین خاطر خیلی میطلبه که ما برخی از مفاهیم رو از نقطه نظر و از منظر مکانیکی یه بررسی بکنیم، بعد بیایم بریم توی دنیای خواص فیزیکی خودمون. تابکاری به طور کلی فارغ از اون که چیه، یک زیرمجموعه ای از یک دنیای وسیع‌تر و بزرگتر هست به اسم عملیات حرارتی. عملیات حرارتی یا هیت تریتمنت خودش چیه؟ خود عملیات حرارتی مجموعه فرایندهای صنعتی و فلزکاری و در برخی از موارد شیمیاییه که جهت تغییر خواص مکانیکی و فیزیکی بر روی مواد انجام میشه. عملیات حرارتی عمدتاً توی رشته ما پیگیری میشه و از عملیات حرارتی برای ساخت مواد غیر فلزی مانند شیشه ها و شیشه سرامیک ها هم استفاده میشه. توی عملیات حرارتی معمولاً از گرمایش یا سرمایش توی دماهای خاص و ویژه بهره برده میشه تا بشه از طریق بازی با دما، حالا یا افزایش یا کاهش و رسیدن به یه سری دمای خاص، اون خواصی که مطلوب ما هستش برای اون کاربردی که قرار ماده استفاده شه به دست بیاد. برای مثال سخت کاری یا نرم کردن ماده یکی از همیناست. تکنیک های عملیات حرارتی شامل بازپخت، سخت کاری پوسته‌ای، پیرسخت کاری، برگشت دادن، کربوندهی، نرمال سازی و کنچ کردن میشه که حالا یه سری از اینا ذیل فرایندهای فیزیکی هستن و یه سری دیگه شون از طریق روشهای دیگه هستن. اما مسئله که هستش اینه که آنیلینگ یا تابکاری یکی از این مجموعه های عملیات حرارتیه و خودش به سه مرحله رشد، تبلور مجدد و بازیابی طبقه بندی میشه. میدونم که ما الان با نشون دادن در اصل این تصویر کمکی به آموزش شما نکردیم و هر کدوم از این مفاهیم فقط معرفی شدن و احیانا باعث شدن که فقط حجم مجهولات بیشتر بشه، اما اصلا جای نگران نداره. ما جلوتر هر کدوم از اینا رو شروع میکنیم به تعریف و تشریح کردن. اصطلاحا میگن که یه خط اولیه‌ای باید باشه که ما بیایم کنارش خطی رسم بکنیم و میدونید که سخت‌ترین مرحله توی هر کاری شروع و آغازشه. من برای اینکه بتونیم وارد مبحث بشیم بدون اینکه بخوام سریع وارد مفاهیم و تعاریف و اینا بشم، یه معرفی کلی کردم که آقا تابکاری یه فراینده که زیر مجموعه عملیات حرارتیه و خودش شامل سه مرحله است. این همه اون چیزیه که هدف من از این اسلاید بود. اما حالا دیگه بریم سراغ این که ببینیم خود تابکاری چیه. ببینید تابکاری باز از اون کلمه هاییه که انتا دونه معادل فارسی داره، ولی ما معادل فارسی قالبش که تابکاری هست رو میگیریم و در اصل معادل لغت انگلیسی آنیلینگ هستش. الان چی گفتیم؟ گفتیم توی عملیات حرارتی میایم که با دما بازی میکنیم، دما رو بالا میبریم، پایین میاریم، به یه دمای خاصی میرسونیم که هدفمون از این کار اینه که خواص مطلوبمون رو بگیریم. لذا آنیلینگ هم همینه، تابکاری هم همینه. گرم کردن فلز یا آلیاژ یا شیشه تو دستور کارمون قرار میگیره و سپس میایم همین دما رو برمی‌داریم، سرد کردن رو انجام میدیم تا تنش‌های درونی که وجود داره و داخل قطعه قرار گرفته کاهش پیدا بکنه، قطعه دچار تنش زدایی بشه و به مراتب وقتی که ما بتونیم جمعیت تنش‌ها رو توی قطعه کاهش بدیم، جلوی آسیب‌های مکانیکی که یکی از اونها فیلیر یا شکنندگی هستش رو می‌گیریم. اما خود تابکاری در اصل حذف از بین بردن اثرات کار سرد و بازگرداندن فلز به شرایط چکش‌کار است. حالا مشکل شد دو تا. الان کار سرد چیه؟ مفهوم کار سرد رو هم با هم بررسی میکنیم و بهش میپردازیم که کار سرد چی هستش. ولی اجازه بدین یه مرحله باز به مجهولات اضافه بکنیم
و کارسختی هم یه صحبتی در موردش بکنیم. مهمترین هدف از تابکاری حذف کارسختی ایجاد شده در حین کار سرد هستش. پس ما الان باید دو تا مسئله رو تکلیفش رو معلوم بکنیم، یکی اینکه کار سرد چیه، کولد ورک چیه، یکی اینکه کار سختی چیه. ما راجع به هر دوی اینا صحبت بکنیم. چیزی که تا اینجا یاد گرفتیم اینه که تابکاری یکی از این مجموعه عملیات حرارتی هستش که میاد در ابتدا دما رو توی یک فلز یا آلیاژ یا شیشه بالا میبره و بعد اجازه میده به صورت تعادلی دما کاهش پیدا بکنه تا اون چه که از نظر تنش‌های حرارتی در قطعه ایجاد شده با این نرخ تعادلی کاهش دما و سرمایش از بین بره. حالا بریم سراغ اینکه تکلیف خودمون رو با کار سرد و کار سختی معلوم بکنیم. پس میریم سراغ مرور مفاهیم. اولی مسئله که میخوایم در موردش صحبت بکنیم و برامون سوال شد در اصل همون کار سرد یا کولد ورکینگ هستش. ما باید ببینیم که منظور از این چی هستش. ببینید، سخت کردن فلزات شکل پذیر که قابلیت عملیات حرارتی ندارن، یعنی تغییر شکل فلزات در دمای محیط رو ما بهش میگیم کار سرد. بریم سراغ این که این مفهومو بشکافیم ببینیم یعنی چی. گاهی اوقات من یک فلز یا یک آلیاژی دارم که قراره که دست ببرم توی خواص مکانیکی اون، به خاطر اینکه قراره از محصولی که به دست میاد توی کاربردی استفاده بکنم که برای مثال سختی درش مهمه. اگر که اون فلز یا آلیاژ من قابلیت عملیات حرارتی داشته باشه، همونجوری که تا الان برای شما توضیح دادم، میبرمش توی یه سیکل دمایی، توی یه پروفایل دمایی و در حین افزایش دما و متعاقب اون کاهش دما میام و به اون سختی مورد نظرم میرسم. اما گاهی وقتی دیده میشه که ما یه فلز یا آلیاژی داریم که قابلیت عملیات حرارتی نداره، یا اگر که دچار عملیات حرارتی بشه با فرض به این که خواص مکانیکی ما رو تامین بکنه، خواص فیزیکی ما رو میبره به سمتی که مطلوب ما نیست. لذا ما توی این شرایط میریم سراغ کار سرد که در اصل سخت کردن فلزات شکل پذیر هستش توی دمای محیط. یعنی ما میایم شکلهی فلزات رو در دستور کار قرار میدیم توی دمای محیط، یعنی بدون بازی کردن با دما میایم تغییر شکل رو انجام میدیم. حالا انواع روش های کار سرد یا کار سختی عبارت هستند از فورجینگ، نوردکاری، اکسترژن و کشش، که این مراحلی که اینجا توضیح داده شد هر کدوم یک سازوکار هستند که ذیل درس شکل‌دهی فلزات بهشون اشاره میشه. هر کدوم از اینها به یک نحوی باعث این میشن که ما توی فلزمون تغییر شکل ایجاد بکنیم. شما اگر که این فرایند نورد رو اینجا ببینید و که به صورت نورد سرد هستش، اتفاقی که داره میفته این هستش که ما یک شیت فلزی داریم که این شیت فلزی ممکنه که ضخامت اولیه‌ای داشته باشه، میاد از طریق نورد در دمای محیط ضخامتش کاهش پیدا میکنه و بعد میاد برای اون مصرفی که احتیاج هست داخل کوره تابکاری قرار میگیره. یعنی ما تا اینجا درست توی این فرآیند تا اینجا داریم کار سرد انجام میدیم و ورودی ما به کوره تابکاری داره فرآیند تابکاری رو شروع میکنه. یعنی اگر که بخوایم یک فرآیند دو مرحله‌ای رو اینجا متصور بشیم، توی مرحله اول ما داریم روی یک صفحه فلزی یک کار سرد انجام میدیم، یعنی در دمای محیط داریم یک فرآیند شکل‌دهی رو روش اعمال میکنیم. زمانی که شما دارین نورد رو انجام میدین، یک ضخامت اولیه‌ای داره میره تحت یک فشار شدید بین دو غلتک قرار بگیره که از اون طرف ضخامتش کاهش پیدا کنه. یه مثال سادهش که برای اون افرادی که حالا اون دسته از افرادی که درس شکلی رو پاس نکردن، شما فرض کنید که دیدید که نونواها یک چونه خمیری رو میگیرند که حالا گرد هست و یک حجمی داره و در ادامه میان روی اون وردنه قرار میدن و شروع میکنن تخت کردن و کاهش ضخامت. خمیر نونوایی کجا؟ یک فلز سخت با پارامترهای مکانیکی منحصر به فردش کجا؟ در نتیجه زمانی که شما دارید ضخامت رو کاهش میدید، اونم از طریق اعمال فشار، قطعا یک سری تنش توی این فلز کاهش ضخامت پیدا کرده از طریق کار سرد به وجود میاد. این تنش ها به هیچ عنوان برای خواص مکانیکی
و برای اینکه قطعه بره روی سیکل عملیاتی خودش قرار بگیره مناسب نیستش. پس لذا یک مرحله عملیات حرارتی ذیل عنوان تابکاری میاد روی این نوردی که باعث کاهش ضخامت فلز شده انجام میشه. توی این فرایند نورد میبینیم که فلز کاهش ضخامت پیدا کرده میاد داخل یک کوره قرار میگیره، در حین اینکه داره این مسیر رو طی میکنه با اعمال دما دماش افزایش پیدا میکنه و سپس پس از اینکه از این کوره خارج میشه دوباره اون دمایی که افزایش پیدا کرده شروع به کاهش دما میکنه و این فرایند باعث میشه که اون چیزی که به عنوان تنش توی شیت فلزی ما وجود داره جمعیتش به حداقل مقدار خودش برسه تا در شرایط عملیاتی دچار شکستگی نشه. مسئله بعدی که ما داریم کارسختی یا ورک هاردنینگ هستش. چه کار سرد چه کار سختی عملیاتی هستند که در حین شکل‌دهی در دمای محیط انجام میشن، توی اسلاید قبلی بهش اشاره شد. حالا اگر که کاری که ما داریم روی یک محصول انجام میدیم و اون عملیاتی که داریم انجام میدیم منجر به ازدیاد منطقه بین تنش تسلیم تا تنش نهایی بشه، اون وقته که ما اومدیم کارسختی انجام دادیم. مقادیر نسبت سخت شوندگی کرنش در فلزات معمولا بین 1.2 تا 1.4 قرار داره. همونجوری که گفتم داریم در مورد مفاهیم 100% مکانیکی صحبت میکنیم و رفتیم سراغ عرض و حضور شما مفاهیم مکانیکی. همونجوری که توی درس خواص مکانیکی باهاش آشنا شدیم، بر مبنای نمودار تنش کرنش میشه مواد رو به دو قسمت تقسیم بندی کرد، مواد ترد و مواد نرم و منعطف. ببینیم ما توی مواد ترد به محض اینکه به تنش در نقطه وای میرسیم با ادامه بارگذاری قطعه دچار انهدام میشه، اما توی در از مواد نرم و منعطف با ادامه بارگذاری قطعه وارد منطقه تغییر شکل پلاستیک میشه و از ناحیه الاستیک خودش خارج میشه، به یک حد ماکسیموم UTS میرسه و در نهایت با افزایش بارگذاری و ازدیاد طول به نقطه تنش شکست میرسه. حالا ما اگه بیایم از طریق فرایند کارسختی منطقه‌ای که بین آغاز تنش منطقه الاستیک به پلاستیک تا تنش تسلیم رو بتونیم از طریق یک فرایندی این منطقه رو افزایش بدیم، در اصل قطعه رو دچار کارسختی کردیم. پس اینم مفهوم دومی هستش که قرار شد تکلیفش رو معلوم بکنیم در کنار کار سخت. اما بریم سراغ خود تابکاری و یه جمع‌بندی بکنیم حالا با توجه به این دوتا پارامتری که متوجه شد. ببینید پس با توجه به اون چیزی که گفتیم، هدف ما از تابکاری که خودش یکی از مراحل عملیات حرارتی و یکی از این مجموعه عملیات حرارتی هست، حذف تنش‌های پسماند ناشی از کار سرد در مرحله کارسختیه. نتیجه تابکاری و اون ماحصلش رسیدن به محصولی نرم و چکش خاره. یعنی ما اگر که اون شکل رولینگ یا اون نوردی که داشتیم توی دوتا اسلاید قبل رو در نظر بگیریم، ما میتونستیم بعد از اینکه کار سخت به وسیله نورد انجام میشه، بدون اینکه ببریم اون شیتمون رو توی کوره تابکاری، بیایم و باندل رو تحویل مشتری بدیم با جمعیت زیادی از تنش‌های پسماند حرارتی و مکانیکی که توی شیت وجود داره. اما ما اومدیم اون شیت رو در ادامه فرایند نورد از طریق نورد گرم داخل یک تابکاری قرار دادیم و توی اون کوره تابکاری با تغییرات دمایی که اتفاق افتاد باعث شد که محصول ما نرم و چکش‌خوار بشه تا توی کاربری که داره بتونه بهترین نقش رو ایفا بکنه. حاصل شدن محصول چکش خوشخوار میتونه بستری برای اعمال کار سرد اضافی باشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم ما بخوایم این سیکل رو تکرار بکنیم، به این ترتیب که یک سیکل تکراری متشکل از کار سرد و تابکاری ایجاد میشه تا جایی که تابکاری در دمای پایین منجر به حذف کامل تنش‌های کار سرد بشه. یعنی ما این سیکل رو ادامه میدیم تا از قطعه تنشگیری بکنیم و با کمترین جمعیت تنش بتونیم بهترین محصول رو از نقطه نظر خواص فیزیکی و مکانیکی حاصل کنیم.
حالا در مورد کار سرد یه سری مفاهیمی وجود داره که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. ببینید وقتی که یک فلز در دماهایی که نسبت به نقطه ذوب اون پایینه دچار تغییر شکل پلاستیک بشه، کار سرد داره اتفاق میفته. پس از نظر مکانیکی اگر بخوایم که بگیم که کار سرد یعنی چی، یعنی ما داریم وارد منطقه تغییر شکل پلاستیک میشیم بدون اینکه دما اعمال بکنیم، بدون اینکه بریم سمت دمای ذوب یا نزدیکای دمای ذوب، لذا به همین خاطر که بهش میگیم کار سرد. حالا اگه بخوایم بگیم خب دقیقاً یه معیاری براش بذاریم که آقا دقیقاً چه دماییه که کار سرده چه دماییه که کار گرمه، قرارداد ما اینجوری میشه که اگر تغییر شکل پلاستیک در دماهای کمتر از نصف دمای ذوب فلز رخ بده ما کار سرد داریم، و اگر توی دماهای بالاتر از اون انجام بشه دیگه ما بهش کار گرم میگیم. حالا یه بحثی هستش که در حین این فعل و انفعالات یک انرژی داره مصرف میشه، سهم زیادی که از این انرژی صرف شده منجر به تولید گرما میشه و بخش باقی مونده سهم انرژی کرنشی ناشی از نابجایی و جای خالیه. انجام کار سرد باعث افزایش استحکام و سختی و کاهش انعطاف پذیری یا شکل پذیری میشه. پس ببینید ما داریم با کار سرد چی کار میکنیم؟ داریم استحکام و سختی که دو تا پارامتر مکانیکی هست و بالا میبریم، ولی خب اینا نسبت عکس دارن. اگر این اتفاق بیفته اون وقت انعطاف پذیری و شکل پذیری کاهش پیدا میکنه. در نتیجه اگه برگردیم به اسلاید قبل که داشت یک سیکل تکراری رو توضیح میداد، حالا از اینجا به بعد تابکاری میاد خودش رو ظاهر میکنه و هدفش اینه که بیاد یه مقدار روی فرایند انعطاف پذیری شکل پذیری کار بکنه، بیاد یک دمایی رو اعمال بکنه که توی این سیکل دمایی و این پروفایل دمایی ما بتونیم علاوه بر اون چیزی که اون آورده‌ای که کار سرد داشت بتونیم به خواص انعطاف پذیری و شکل پذیری هم دست پیدا کنیم. زمانی که بحث از کار سرد هستش ما یک انرژی ذخیره شده هم داریم که باید در موردش صحبت بکنیم طبق این نموداری که داریم اینجا مشاهده میکنیم. ببینید نموداری که پایین اسلاید داریم میبینین تغییرات انرژی ذخیره شده رو حالا مشخصا داره توی فلز مس با خلوص بالا با مقدار تغییر شکل نشون میده. یعنی ما از یک طرف درصد الانگیشن یا تغییر شکل رو داریم، از یک طرف انرژی که داره ذخیره میشه در اثر این تغییر شکل رو داریم. حالا اگر که بیایم توی این نمودار دقت بکنیم، چیزی که مشخصه اینه که انرژی ذخیره شده با افزایش مقدار تغییر شکل با سرعت کاهشی داره زیاد میشه، نرخ کاهشی ما داره با افزایش ازدیاد طول به شدت کاهش پیدا میکنه. و مسئله بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم اینه که حالا این انرژی ذخیره شده چه مفهومی رو توی تابکاری داره میرسونه. ببینید از مطالعه انرژی ذخیره شده طبق نمودار اسلاید قبل اطلاعات جالبی رو ما میتونیم به دست بیاریم. برای اینکه ببینیم این انرژی آزاد شده دقیقاً بررسی بکنیم و مطالعه بکنیم که چه سازوکاری داره و چه تأثیری داره میذاره، دو تا اپروچ و روش وجود داره. یکی آنیل غیر همدما هست، یکی آنیل همدما هستش. توی حالت غیر همدما فلز کارسرد شده به طور پیوسته از یک دمای پایین‌تر تا بالاتر حرارت داده میشه و انرژی آزاد شده به صورت تابعی از دما تعیین میشه. یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که تا الان صحبت کردیم، گفتیم آقا ما میایم یه سری فرآیندهای شکل‌دهی انجام میدیم، این فرآیندهای شکل‌دهی بدون حضور و دخالت دما داره انجام میشه، در نتیجه قطعه ما کارسرد میشه، یعنی وارد منطقه پلاستیک میشه بدون اینکه دما بهش اعمال بشه. این کارسرد میتونه از طریق فرایندهای شکل‌دهی انجام بشه. من دارم مطالب رو مرور میکنم. میتونه از طریق فرایندهای شکل‌دهی انجام بشه که ما مثالی که زدیم مثال نورد. بحث سر اینه که توی حالت آنیل غیر همدما ما بعد از اینکه یک شیت نورد شده که کار سرد روش انجام شده در اصل، میایم این شیت رو میبریم داخل کوره آنیل قرار میدیم و یک عملیات حرارتی روش انجام میدیم که در اصل داره در معرض تغییرات دمایی انجام میشه، پس ما بهش میگیم آنیل غیر همدما. اما از اون طرف توی آنیل همدما ما داریم انرژی آزاد شده رو به ازای یک دمای مشخص بررسی میکنیم. پس بحث سر اینه که رفتار تابکاری یا آنیلینگ ما
و نسبتی که با دما داره، چه به صورت ثابت چه به صورت تغییرات دمایی، دو روش مختلفی هستش که ما میتونیم تو مطالعه انرژی آزاد شده از فرایند آنیل مورد بررسی قرار بدیم. بریم اینا رو از نظر نموداری با هم یه بررسی بکنیم. ما دو تا حالت مختلف داریم. در حالت اول آنیل غیر همدما رو داریم، همونطور که دارید مشاهده میکنید دماهای مختلفی اینجا وجود داره. از اون طرف چیزی که از اون سمت ما داریم به عنوان محور عمودی میبینیم اختلاف دما بر حسب میلیوات هستش که داره منحنی آنیل غیر همدما برای مس الکترولیتیکی رو نشون میده. ما برای یک مس خالص تجاری زمانی که آنیل غیر همدما انجام میدیم میبینیم که یک حجم زیادی گرما آزاد میشه و این گرما در دماهای بالای محیط خارج میشه، در اصل آزاد میشه، که این در اصل نشون میده که من توی اسلاید قبلی هم توضیح دادم که یک بخشی از انرژی به صورت گرما داره آزاد میشه و بخشش هم صرف نابجایی و جای خالی میشه که مکانیزمایی هستش که اتفاق میفته. اما از اون طرف اگه بخوایم در مورد آنیل همدما صحبت کنیم، اینجا دیگه چون ببینید دما ثابته، مثلا توی دمای حدوداً 201 درجه یا 473 کلوین اومده درصد ازدیاد طول 17.7% رو داشتیم و نموداری که به دست اومده انرژی آزاد شده بر حسب کالری بر مول بر ساعت هستش که این در اصل داره انرژی آزاد شده رو نشون میده. محور عمودی ما و محور افقی ما هم که داره زمان رو به حسب ساعت نشون میده و این منحنی آنیل همدما هستش برای باز یک نمونه خالص تجاری که منجر به درصد ازدیاد طول 17.7% شده. نکته حائز اهمیت اینه که توی هر دو نوع منحنی آنیل همدما و غیر همدما حد اکثری را که مطابق با آزاد شدن مقادیر زیاد انرژی هست میشه نشون داد، یعنی حد اکثر انرژی که هر کدوم از اینها ذیل آنیل همدما و غیر همدما از خودشون آزاد میکنن رو میشه نشون داد. متالوگرافی نمونه های تهیه شده از نمونه های آنیل شده به وسیله هر یک از این دو روش، یعنی آنیل همدما و غیر همدما، یک پدیده جالب رو در منطقه حد اکثر انرژی که من روی نمودار براتون مشخص کردم داره نشون میده. این انرژی های زیاد آزاد شده همزمان با رشد یک سری دونه جدید آری از کرنش ظاهر میشن. این دانه ها به هزینه از بین رفتن دانه های اولیه تغییر شکل داده شده رشد میکنن. فرایندی که به وسیله اون این پدیده صورت میگیره تبلور مجدد نامیده میشه که در واقع منظم شدن مجدد اتم ها به شکل دانه های با انرژی آزاد کمتر هستش. اگر یادتون باشه ما توی ابتدای فصل گفتیم تابکاری سه تا مرحله داره که یکی از اونها تبلور مجدد بود، یعنی آرایش مجدد دانه ها در جهتی که انرژی به پایین ترین سطح خودش برسه و این نمودار دقیقا توی بالاترین سطح انرژی معید همون هستش. پس همون جوری که توی اسلاید قبلی دیدیم تبلور مجدد یک بازچیدمان، بازآرایی و یک تغییر چینش و ارنج هستش توی ساختارهای کریستالی که با رویکرد کاهش انرژی داره ذیل عملیات حرارتی تابکاری انجام میشه. پس اگه بخوایم تعریف تبلور مجدد رو ما هم یه مروری بکنیم، میشه منظم شدن مجدد اتم ها به شکل دانه های با انرژی آزاد کمتر تبلور مجدد نامیده میشه. ببینیم ما داریم راجع به مواد کریستالی صحبت میکنیم، موادی که اگر که زیر میکروسکوپ نگاه بکنیم یه ریز ساختاری داره. وقتی که صحبت از تبلور مجدد، همونجوری که کلمه مجدد هم معیدش هست، اکثر اینه که ما یک ساختار اولیه داریم، اما این ساختار اولیه میاد و یک نظم جدیدی به خودش میده و یک ساختار ثانویه ایجاد میکنه و از این طریق میاد انرژی آزاد خودش رو کاهش میده. حالا تبلور مجدد خودش یه فرایندیه که دونه های تغییر شکل یافته با گروه جدیدی از دونه های بی نقص جایگزین میشن و شامل دو مرحله جوانه‌زنی و رشدن. پس ما هر پارامتری که در مورد جوانه‌زنی و رشد داشتیم میتونیم توی تبلور مجدد هم اون پارامترها رو تعمیم بدیم. ادامه این فرایند تا زمانیه که دونه های اصلی به طور کامل در بر گرفته بشن. تبلور مجدد معمولاً با کاهش استحکام و سختی ماده و افزایش شکل‌پذیری اون همراه. تبلور مجدد یکی از مراحل تابکاری دیگه، ما
ابتدای آموزش گفتیم که تابکاری شامل سه مرحله بازیابی، تبلور مجدد و رشد هستش که در این زمینه همونجوری که هدف اصلی از تابکاری پرداختن به انعطاف و شکل پذیری ماده هست، مرحله تبلور مجدد هم به تبعیت از همون تمرکزش روی افزایش شکل پذیری ماده معطوف شده. به یک نمودار خیلی مهم رسیدیم. بسیاری نمودار مهمیه و جنبندی اون خیلی میتونه به شما کمک بکنه توی سوالهای ترکیبی، توی سوالهای مفهومی، اصلا تو مقایسه هر کدوم از این مراحل. ما یه بازیابی داریم، یه تبلور مجدد و یه رشد دانه. این سه مرحله در کنار هم فعل و انفعالاتیه که در اثر تغییرات دمایی عملیات حرارتی تابکاری داره اتفاق میفته. توی بازیابی تمرکز روی این هستش که جمعیت نقایص کاهش پیدا بکنه. زمانی که ما میایم نقایص رو از داخل یک ریز ساختار حذفش میکنیم، توی مرحله بعدی اجازه میدیم از طریق تبلور مجدد چیدمان جدیدی بیاد ایجاد بشه که این چیدمان عاری از نقصه و بعد اجازه میدیم که با افزایش دما و اعمال زمان دانه های ما رشد کنه، مساحت مرزدانه ها کاهش پیدا کنه و به تعداد دونه های کمتر و متعاقبا درشت‌تر برسیم. لذا روندی که داره طی میشه اینه که ما اومدیم یه قطعه یا دوچار کار سرد کردیم، اومدیم بدون اینکه دما اعمال بکنیم فلزمون رو وارد منطقه تغییر فرم پلاستیک کردیم و از طریق مکانیزم های شکل دهی روش یه سری عملیاتی انجام دادیم. این عملیات باعث شده که ناحیه تغییر شکل یافته دارای عیوب خیلی بالایی بشه که این عیوب منجر شد ما توی قطعمون داریم تنش‌های زیادی رو رویت بکنیم. برای اینکه این محصول اولیه در نهایت برسه به یک محصول نهایی عاری از عیوب و تنش، ما باید یک روندی رو طی بکنیم. یکی از اتفاقاتی که میفته توی فرایند تابکاری مرحله بازیابی هست که حالا من جلوتر اینو کامل برای شما بازش میکنم و توضیح میدم. اما اصل بازیابی و هدفش اینه که خواص فیزیکی و مکانیکی که تحت تأثیر فرایند کار سرد تغییر پیدا کرده توی مرحله بازیابی از طریق از بین بردن جمعیت نواقصی که وجود داره دوباره برگرده و این خواص به حالت نرماله خودش و تو کانال نرمال خودش برگرده. بعد از اینکه مرحله بازیابی اومد و عیوب جزئی رو با از طریق بازارایی توی نابجایی ها و حذف نابجایی ها مرتفع کرد، مرحله تبلور مجدد جزئی اتفاق میفته. یعنی روی مرزدانه های ساختار بلوری ما میاد یک چیدمان جدیدی آغاز میکنه به جوانه زنی، همونجوری که بحثش هم بود توی اسلاید قبلی و توضیح دادیم که زمانی که ما تبلور مجدد رو داریم در موردش صحبت میکنیم، این دقیقا همون مکانیزم جوانه زنی و رشد هستش. یادتون میاد که ما توی مکانیزم جوانه زنی و رشد یک فاز مادری داشتیم که روی این فاز مادر و درست یکی از جاهایی که خیلی مرجح بود روی مرزدانه می اومد، فاز ثانویه به عنوان رسوب تشکیل می شد. اینجا هم دقیقا همینه، مرحله جوانه زنی اتفاق می افته، یک تبلور مجدد جزئی ایجاد می شه و روی مرزدانه ها یک بازارایی و یک چیدمان و ارنج جدیدی داره اتفاق می افته. ما به این مرحله زمان می دیم. باعث میشه که این چیدمان جدید و این نظم جدید خودش رو کامل بکنه و ما یک چیدمان کاملا متفاوت با چیدمان اولیه خواهیم داشت که در جهت حذف شدن ساختار زیرین ساختار قبلی هستش. یعنی این ساختار شبکه‌ای حالا خاکستری یا توسی رنگی که اینجا میبینید از طریق چیدمان جدیدی که روی مرزدانه به وسیله جوانه زنی اتفاق افتاده در طی مرحله رشد به یک چیدمان جدید منجر شده. مرحله آخری که ما توی فرایند تابکاری انتظار داریم که اتفاق بیفته رشد دانه هستش. یعنی ما این ساختار ریزدونه‌ای رو که میبینید از طریق اعمال دما و دادن زمان میایم تعداد دونه ها رو کم میکنیم و مساحت مرزدانه ها رو کاهش میدیم تا به دانه های درشت تری برسیم.
حالا هر کدوم از این مراحلی که مشاهده کردیم و این سیکلی که طی کردیم که شامل سه مرحله بازیابی، تبلور مجدد و رشد دانه میشه، روی سه پارامتر استحکام، سختی و شکل پذیری تاثیرگذار هستش. همونجوری که ما با هم توی این آموزش مرور کردیم، مشخص شد که زمانی که دو تا پارامتر سختی و استحکام تغییر میکنه، تغییر شکل پذیری و انعطاف درست در جهت مخالف اون هستش و این دو با هم رابطه معکوس دارن. خب ما توی مرحله بازیابی یک سختی و استحکام زیادی داریم که ناشی از کار سردیه که انجام دادیم و بازیابی با اون توانی که داره سعی میکنه به نحوی این نرخ رو ورداره، یک نرخ نزولی بکنه، یعنی درست جایی که قطعه کار سرد ما داریم توی مرحله بازیابی تا حدی از استحکام و سختیش کاهش پیدا میکنه، کاسته میشه و از اون طرف با از بین رفتن جمعیت عیوب جزئی مقداری نرخ شکل پذیری ما همونطوری که دارید مشاهده میکنین افزایش پیدا میکنه. کار ما با مرحله بازیابی تموم میشه، چرا که میبینیم روی مرزدانه ها داره چیدمان جدیدی اتفاق میفته و در اصل فرایند تبلور مجدد داره آغاز میشه. توی این مرحله نرخ نزولی و افت استحکام و سختی به شدت محسوس‌تره و متعاقب اون شکل پذیری و انعطاف یک نرخ صعودی تری به خودش میگیره و این نرخ تا پایان تبلور مجدد ادامه پیدا میکنه، همونطوری که کاهش سختی و استحکام از طریق تبلور مجدد داره کاهش پیدا میکنه. این دقیقاً مسئله هستش که ما باید در قیاس این دو مرحله با هم کاملاً مد نظر بگیریم. یعنی بازیابی و تبلور مجدد از این حیث دو تا پدیده کاملاً متفاوتن. توی آنیل همدما فرایند بازیابی با افزایش زمان کاهش پیدا میکنه. این به این معنیه که بازیابی سریع شروع میشه و با مصرف شدن نیروی محرکه واکنش بازیابی سرعت اون کمتر و کمتر میشه، ولی سینتیک تبلور مجدد کاملا متفاوته و فرایند های جوانه‌زنی و رشدی که اینجا اتفاق میفته باعث میشه که نرخ تأثیرگذاری تبلور مجدد روی خواص مکانیکی کاملا متفاوت و متمایز از مرحله بازیابی باشه. توی تبلور مجدد با جوانه‌زنی و رشد دانه های عاری از کرنش، یعنی حاوی مقدار کمی نابجایی، تبلور مجدد ادامه پیدا میکنه. هنگامی که فلز تا دمای بالای دمای تبلور مجدد اون حرارت داده بشه، بازیابی سری باعث حذف تنش‌های باقی مونده و ایجاد ساختار چند ضلعی میشه. پس از اون دانه‌های جدید در مرز سلول‌های ساختارهای چند ضلعی شده جوونه میزنن و اکثر نابجایی‌ها حذف میشن. چون در مرحله تبلور مجدد نابجایی‌ها به مقدار زیادی کم میشن، فلز تبلور مجدد شده دارای استحکام کم ولی چکش‌خواری بالاست. پس ما میتونیم متوجه بشیم که علت این افت ناگهانی استحکام و سختی و در مقابل قوت گرفتن شکل پذیر و انعطاف در اصل اینه که توی مرحله تبلور مجدده که بسیاری از عیوب من جمله عیوب مربوط به نابجایی دارن حذف میشن و در نهایت ما به مرحله رشد دانه میرسیم که رشد دانه همونطور که میدونید هر چقدر دانه درشت‌تر باشه استحکام و سختی کمتری داره، از اون طرف چکش‌خواری و شکل‌پذیری بیشتری از خودش نشون میده. لذا ما تمام فصل تابکاری رو اومدیم توی یه اسلاید با هم از همه نظر بررسی کردیم، اومدیم مکانیزم رو گفتیم، اومدیم گفتیم که اصلا چرا میایم سراغ تابکاری، چون یه قطعه کارسرد شده ای داریم در ابتدا که دارای عیوب هستش و تابکاری روش انجام میشه، ما به محصول نهاییمون میرسیم و این مراحل هر کدوم اومدیم اثرش رو دیدیم روی پارامترهای مختلف مکانیکی و تحلیل کردیم که چرا هر مرحله به چه میزانی تأثیر میذاره روی این خواص مکانیکی. اما تحلیلای ما ادامه داره با عنوان تبلور مجدد و میخوایم ببینیم که توی تبلور مجدد چه ویژگی‌هایی وجود داره.
اولا برای اینکه نابجایی ها حذف بشن و ما بتونیم عیوب رو مرتفع بکنیم، باید چیدمان جدیدی ایجاد بشه که این چیدمان جدید همونطوری که صحبت کردیم بر مبنای مکانیزم جوانه‌زنی و رشد. پس ما کماکان احتیاج داریم که یک دمای اعمال بکنیم تا فرایند تبلور مجدد شروع به انجام بده. شروع تبلور مجدد به یک دمای حداقل بحرانی نیاز داره تا مکانیزم های اتمی و جهش ها فعال بشه. مسئله اینجاست که اندازه دانه های اولیه تأثیر مهمی بر تبلور مجدد داره. اینی که چیدمان اولیه ما چی باشه تعیین کننده اینه که نظمی که دوباره در چینش جدید قرار اتفاق بیفته چه تأثیری خواهد گذاشت. شما هم که توی این بررسی ریساختاری تبلور مجدد مشاهده میکنید، ما یک تبلور مجدد جزئی رو داریم توی فاز مادر مشاهده میکنیم که با نواحی سفید رنگ مشخص شدن. در اثر دمایی که دادیم و غلبه به اون دمای حداقلی بحرانی مکانیزم اتفاق میفته، ادامه پیدا میکنه و میرسه به تبلور مجدد کامل و در ادامه این تبلور مجدد کامل با نظم جدیدی که به خودش گرفته به مرحله رشد میرسه و ریساختار نهایی ما رو تعیین میکنه. از طرفی اندازه دونه های تبلور مجدد شده خودشون به عوامل مختلفی بستگی دارن. اولین عاملی که خیلی مهمه توی اندازه نهایی دونه های تبلور مجدد شده میزان کار سرده. چرا؟ چون کرنش مهمترین عامله. افزایش میزان کار سرد قبلی جوانه‌زنی را تشویق میکنه و اندازه نهایی دونه رو کاهش میده. پارامتر بعدی که خیلی مهمه روی اثر اندازه دانه تبلور مجدد یافته پارامتر زمان تابکاریه. به این ترتیب که اگر افزایش زمان تابکاری در هر دمایی بالای دمای تبلور مجدد رشد دانه رو تشویق بکنه، اندازه دونه نهایی افزایش پیدا میکنه. پارامتر بعدی که خیلی مهم هست روی اندازه دونه نهایی ما دمای تابکاریه. به این مفهوم که هرچی دمای تابکاری در بالای دمای تبلور مجدد کمتر باشه، اندازه دونه تبلور مجدد شده ریزتره. پارامتر بعدی که تأثیر داره سرعت گرم کردن هست. پارامتر بعدی ناخالصی های نامحلول و در نهایت اندازه دانه اولیه که توی این اسلاید بهش اشاره شده. حالا بریم سراغ زیرمجموعه دیگه ای از بحث تابکاری که به عنوان یکی از مراحل تابکاری شناخته میشه و ما اون رو به عنوان بازیابی میشناسیم. بازیابی یک مرحله از تابکاری هستش که ویژگی های اون به صورت یک به یک و هم عرض با ویژگی های دیگه یک سیکل تابکاری رو کامل میکنه. لذا من برای مقایسه علاوه بر مرحله بازیابی تبلور مجدد و رشد دانه هم توی این اسلاید آوردم. اجازه بدیم ببینیم اول خود بازیابی یعنی چی تا در ادامه در مورد مقایسه اون با سایر مراحل صحبت بکنیم. با هم متوجه شدیم توی این فصل که وقتی که یه فلز و کار سرد روش انجام بدیم، خواص فیزیکی و مکانیکی اون تغییر پیدا میکنه. کار سرد استحکام، سختی و مقاومت الکتریکی رو افزایش و چکش‌خواری رو کاهش میده. توی مرحله بازیابی خواص مکانیکی در مقایسه با حالت کار سرد شده چندان تغییری نمی کنن. سختی و استحکام تقریبا در مرحله بازیابی ثابت باقی میمونه، ولی مقاومت الکتریکی کاهش پیدا میکنه و به حالت قبل از کار سرد شده برمیگرده. این همون نرخ لاک پشتی کاهش و افزایشیه که توی اسلاید قبلی توی مرحله بازیابی بهش اشاره کردیم. اما توی مرحله بازیابی در یک فلز کار سرد شده نابجایی ها میتونن در داخل دونه های تغییر شکل داده شده حرکت کنن و به گونه ای مرتب شن که شکل مرزهای فرعی و کوچک زاویه به دست بیاد. این مرزها ردیفی از نابجایی های لبه ای هستند که با حرکت نابجایی ها در داخل فلز و تشکیل مرزهای فرعی مقدار زیادی از انرژی کرنشی رو حذف میکنن، ولی
مسئله اینجاست که تعداد نابجایی ها به طور قابل ملاحظه نسبت به حالت تغییر شکل داده شده اولیه تفاوت پیدا نمی کنه. هرچند که در اثر حرکت نابجایی ها با نابجایی های با علامت مخالف در دمای بازیابی اونا اثر یکدیگر خونسا می کنن. به این دلیل خواص مکانیکی مانند سختی و استحکام نسبتاً بدون تغییر باقی می مونه. مطابق اون چیزی که گفته شد، ما برای مرحله بازیابی باید یه نیروی محرکه سراغ داشته باشیم. این نیروی محرکه در اصل هستش کاهش انرژی داخلی توسط آرایش مجدد نابجایی ها. یعنی ما اینجا قراره که یک سری نابجایی بیان از آرایش اولیه‌شون یک آرایش مجددی بگیرن که حتی توی این تغییر آرایش ممکنه که بعضی از نابجایی‌های با علامت مخالف بیان و حذف شن. مکانیزم مرحله بازیابی به این صورت هست که جابجایی جاهای خالی و اتمی به منظور صعود و لغزش نابجایی‌ها صورت می‌گیره و ماحصل اون این میشه که تنش‌های داخلی حذف میشه، نواحی عاری از تنش به وجود میاد و با ادامه این مرحله بستر ورود به مرحله بعدی که جوانه‌زنی جزئی تبلور مجدد هست فراهم میشه. لذا ما بازیابی رو توی این لحظه به اتمام میرسونیم و وارد مرحله تبلور مجدد میشیم. گفتیم که تبلور مجدد برای شروع و فعالسازی خودش احتیاج به رسیدن به یک حداقل دمایی داره. نیروی محرک تبلور مجدد به این صورت هستش که کاهش بیشتر در انرژی داخلی توسط حذف نابجایی‌های باقی مانده پس از بازیابی. صحبت سر اینه که توی بازیابی کاری که داره اتفاق میفته ارنج مجدد نابجایی هاست. این تغییر چیدمان نابجایی ها در مورد نابجایی های با علامت مخالف منجر به حذف نابجایی میشه، ولی ما کماکان یک جمعیتی از نابجایی ها رو داریم که توی تبلور مجدد این نابجایی ها هم حذف میشه و در نتیجه انرژی داخلی کاهش پیدا میکنه. لذا مکانیزمی که داره برای تبلور مجدد اتفاق میفته اینه که رشد نواحی عاری از تنش توسط جهش تک تک اتم ها در مرز بین نواحی عاری از تنش و زمینه خواهد بود و نتیجه مرحله تبلور مجدد مجموعه هایی از دانه ها غالبا با جهات مشخصه که باعث میشه استحکام کم بشه و انعطاف پذیری زیاد بشه. شما همینطوری که من دارم این سیر رو توضیح میدم به تغییرات استحکام ناشی از هر کدوم از این مراحل به ازای زمان یا دما توجه بفرمایید. توی مرحله آخر هم به این خاطر که چیدمان جدید و منظم شده تبلور مجدد در معرض دما به ازای زمان زیاد قرار میگیره، دونه ها رشد میکنن و ما یک ساختار درشتدانه داریم و زمانی که دونه های ما درشت هستن نتیجه مرحله رشد دانه کاهش استحکام خواهد بود. پس تمام اتفاقی که توی فرایند تابکاری از طریق مراحل بازیابی، تبلور مجدد و رشد دونه اتفاق میفته در اصل کاهش استحکام و افزایش چکشکاری و انعطاف. اما اینجا داشتیم در مورد بازیابی صحبت میکردیم، من خواستم که شما این تصور رو داشته باشین که توی بازیابی داره این اتفاق میفته. یعنی ما روی مرزونه‌های یه سری نابجایی هایی داریم و قرار نیستش که در حین جابجایی و تغییر چیدمان این نابجایی ها دونه جدیدی تشکیل بشه، بلکه معایبی مثل نابجایی ها هست که داره اصلاح میشه. نابجایی هایی که علامت مخالف دارن حذف میشن و یک سری نابجایی باقی میمونن که این نابجایی ها به مرحله تبلور مجدد میرن و اونجا کاملا از بین میرن. معایب اتمی مانند کمبود اتم و خصوصا نابجایی ها کم میشه و آرایش جدیدی ایجاد میشه. این عملیات برای جلوگیری از ترک خوردگی و به حداقل رساندن واپیچش حاصل از تنش های موضعی کاربرد داره. بسیار خوب، پس ما متوجه شدیم که تبلور مجدد چیه، متوجه شدیم که بازیابی چیه. یه جمع‌بندی هم بکنیم در مورد رشد دانه و ببینیم که توی رشد دانه چه اتفاقی میفته. مسئله که هستش اینه که اگر که ما به فلزمون مدت زمان کافی بدیم و اونو در دمای تبلور مجدد نگه بداریم، چرا که گفتیم فرایند تبلور مجدد که با مکانیزم
جوانه زنی و رشد انجام میشه احتیاج به اعمال یک حد اقل دمایی داره و بعد باید توی اون دما نگهداری و ماند بشه. اگر که این اتفاق بیفته و ما توی این دما زمان کافی رو بدیم، رشد دانه ها پس از تولر مجدد اتفاق میفته. توی اون نمودار اسلاید قبل گفتیم که توی این حالت نیروی محرک برای رشد دانه در انرژی سطحی کل مرزدانه نهفته است. با رشد دانه ها سطح دانه ها بیشتر میشه، مساحت دونه ها کاهش پیدا میکنه و انرژی سطحی کم میشه. پس رشد دانه مستلزم حرکت مرزدانه است. حرکت مرزدانه یعنی خورده شدن این مرزهایی که توی ریزدانگی ما میبینیم، یعنی دقیقا همین کاهش مرزدانه ها از طریق حرکت مرزدانه. حرکت مرزدانه ها منجر به حذف برخی دانه ها به منظور تشکیل دونه های بزرگتر میشه و در اصل رشد داره اتفاق میفته. این فصل مفاهیمی داشت که به شدت گره خورده بود با مکانیزم های مکانیکی، ولی ما سعی کردیم که توی این آموزش یک ارتباط معنادار بین این دو پارامتر ایجاد بکنیم تا با اشراف رو اون متوجه بشیم که از نظر فیزیکی داره چه اتفاقی میفته.